جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست. کتاب دوم، در سایه دوشیزگان شکوفا. بخش نخست، پیرامون بانو سوان. اجرا محمد حسنپور. قسمت 15. نه تنها در این مهمانی های عصرانه شرکت داشتم، که در گذشته ها غمین می شدم از اینکه ژیلبرت به خاطرشان ترکم می کرد و زودتر به خانه می رفت، بلکه هنگامی هم که او و مادرش برای گردش یا یک مهمانی بامدادی بیرون می رفتند، که در گذشته نمی گذاشتن او به شانزلیزه بیاید و من محروم از او در کنار زمین چمن یا در برابر اسب‌های چوبی تنها می ماندم، همراهشان بودم، چون اکنون آقا و خانم سوان مرا در این گردش ها شرکت می دادن، در کالسکهشان جایی برای خودم داشتم و حتی از من می پرسیدن که بیشتر دوست می داشتم به تئاتر بروم یا به درس رقصی در خانه یکی از دوستان ژیلبرت یا به محفل یکی از دوستان خانم سوان که او آن را یک میتینگ کوچک می خواند یا دیداری از مزارهای سندنی. در روزهایی که باید با خانواده سوان بیرون می رفتم، نهار را که خانم سوان لانچ می نامید با آنها می خوردم. از آنجا که مرا برای ساعت 12:30 دعوت می کردند و در آن زمان پدر و مادرم ساعت 11:15 نهار می خوردند، پس از پایان غذایشان راهی محله مجللی می شدم که همیشه خلوت بود، به ویژه در ساعتی که همه به خانه هایشان رفته بودم. حتی در زمستان و هوای یخبندان، اگر آفتاب بود، در انتظار ساعت 12:27 در خیابان ها پرسه می زدم و گهگاه نگاهی به کراوات عالی شاربه هم می انداختم یا به نیمچکمه های ورنی هم که مبادا کثیف شده باشند. از دور آفتاب را در باغچه کوچک خانه سوان می دیدم که درختان برهنه را چون شبنم یخ زده می درخشانید. درست است که آن باغچه 2 درخت بیشتر نداشت. ساعت نامعمول منظره را به چشمم تازه می نمایانید. فکر خوردن نهار در خانه خانم سوان با آن لذتهایی که از طبیعت می بردم و ترک عادت و حتی گرسنگی بر آنها دامن می زد می آمیخت. از آنها نمی کاست، اما بر آنها می چربید، چیره می شد و آنها را به صورت ملزومات زندگی مجلسی در می آورد. به گونه ای که در آن ساعتی که به نظرم می آمد که هوای آفتابی سرما و روشنایی زمستانی را کشف می کنم که معمولا توجهی به آنها نداشتم، این همه برایم نوعی پیش درآمد بر خوراک تخم مرغ با خامه، گونه ای پرداخت و لعاب سرد و صورتی افزوده بر رنگ نمای آن نمازخانه پر اسرار، یعنی خانه خانم سوان بود، که اندرونش برعکس گرم و عطرآگین و گلاکنده بود. در ساعت 12:30 سرانجام می رفتم تا پا به خانه ای بگذارم که می پنداشتم چون کفش بزرگی در شب عید میلاد برای من پر از لذتهای فراتبیعی خواهد بود. خانم سوان و ژیلبرت عید میلاد را نمی شناختند و به جای آن واژه کریسمس را به کار می بردند و پیاپی از پودینگ کریسمس، هدیه هایی که برای کریسمس با آن دو داده شده بود و رفتنشان به سفر کریسمس که مرا از غصه دیوانه می کرد حرف می زدند. حتی در خانه خودمان هم عید میلاد را مایه آبروریزی می دانستم و دیگر من هم کریسمس می گرفتم، کاری که به نظر پدرم بی نهایت مسخره بود. در آغاز فقط خدمتکاری را می دیدم که مرا از چند اتاق بزرگ می گذراند و به اتاق بسیار کوچک خالی می رسانید که به همان زودی رؤیای بعد از ظهر آبی را در پنجره هایش می پرورید. با ارکیده ها، روز ها و بنفشه ها تنها می ماندم که چون آدم هایی که در کنارت انتظار می کشند اما تو را نمی شناسند، سکوتی پیش می گرفتند که فردیتشان به عنوان چیزهای زنده آنها را موثرتر می کرد و سرمایی‌وار با آتش فروزنده زغال‌های گرم می‌شدند که ارجمندانه در پس شیشه نمایی از بلور در آتشدانی از مرمر سفید افروخته شده بود و گاه به گاهی لعل‌های خطرناکش در آن از هم می‌پاشید. نشسته بودم اما با شنیدن صدای باز شدن در از جا می‌جهیدم. خدمتکار دوم و سپس سومی بود و حاصل ناچیز رفت و آمدهای بیهوده هیجان‌آورشان فقط همین که زغالی بر آتش بگذارند یا آبی به گلدانها بدهند. می رفتند و با بسته شدن دری که خانم سوان باید سرانجام می آمد و می گشود، من دوباره تنها می ماندم و شکی نیست که در مغاکی جادویی کمتر بیتاب بودم تا در آن اتاق انتظار کوچک که آتشش همان گونه که در کارگاه گلینگسور به نظرم در کار کیمیا بود.
صدای پای تازه ای می آمد. بلند نمی شدم. شاید باز هم یکی از خدمتکاران. نه، آقای سوان بود. چطور تنهایین؟ چه می شود کرد؟ این خانم بینوای من هنوز نفهمیده ساعت یعنی چی. یه 10 دقیقه کم، روز به روز دیرتر. خواهید دید که سلانه سلانه از راه میرسه و فکرم میکنه که زود اومده. و از اونجا که همچنان التهاب عصبی داشت و حالتش اندکی مسخره شده بود، داشتن همسری چنان وقت ندان که آنقدر دیر از جنگل برمیگشت یا پیش دوزندهش میماند و همه چیز را از یاد میبرد و هیچگاه سر وقت نهار نمیامد، سون را نگران سلامت معده‌اش میکرد. اما از سوی دیگر مایه ارضای خودخواهیش هم میشد. آثاری را که تازه خریده بود نشانم میداد و برایم از اهمیتشان سخن میگفت. اما هیجان و نداشت این عادت که تا چنان ساعتی گرسنه مانده باشم، در همان حال که ذهنم را میآشفت آن را تهی میکرد. به گونه ای که میتوانستم حرف بزنم اما شنیدن نه. وانگهی درباره آثاری که سوان در مجموعه خود داشت، برای من همین بس بود که آنها در خانه او و بخشی از ساعت لذت انگیز پیش از نهار باشند. اگر خود ژوکونت هم آنجا بود، بیشتر از یک پیرهن خانم سوان یا شیشه های نمک او شادم نمی کرد. همچنان منتظر می ماندم. تنها یا با سوان و اغلب ژیلبرت که می آمد و با ما می ماند. فرارسیدن خانم سوان که آن همه آمدنهای شاهانه زمینش را می چید، به نظرم باید رویدادی بس شکوهمند می بود. اما هیچ کلیسایی هرگز با آن بلندی که امیدش را داشته ایم نیست. هیچ موجی در طوفان و پرش هیچ رقصنده‌ای. خانم سوان هم که پالتو خز به تن، توری کلاه افتاده روی بینی سرخ از سرما، به شتاب از پی خدمتکارانی از راه می‌رسید که در لباس یک شکل به دسته پیشاهنگی می‌مانستند که در تئاتر از فرارسیدن نهایی ملکه خبر می‌دهد. اما همچنین از شکوه آن می‌کاهد، امیدی را که خیالم در انتظارش پروریده بود بر نمی‌آورد. اما اگر همه بامداد را در خانه مانده بود، با خانه جامعی از کرپدوشین روشن به نهار خوری می آمد که به چشم من از همه پیرهنهایش فاخرتر بود. گاهی خانم و آقای سوان بران می شدند که همه بعد از ظهر را در خانه بمانند و آنگاه از آنجا که نهار را بس دیرتر خورده بودیم، به زودی بر دیوار باغچه کوچک فرو نشستن آفتاب روزی را می دیدم که غیر از همه روزهای دیگر انگاشته بودم. اما با همه چراغ‌هایی از هر شکل و اندازه که خدمتکاران آورده بودند و هر کدام بر محراب مقدس چیزی، گنجه‌ای، سپایه‌ای، گوشه‌ای انگار که به اجرای آیینی ناشناخته می‌سوختند، از گفتگوها هیچ چیز شگرفی زاده نمی‌شد. و من سرخورده به خانه می‌رفتم با همان دلسردی که اغلب در کودکی پس از نیایش نیمه شب کلیسا دست می‌دهد. اما این سرخوردگی تنها و تنها روحی بود. از شادی در پوست نمی گنجیدم. در خانه‌ای که ژیلبرت اگر هنوز با ما نبود، به زودی پیدایش می شد و در یک لحظه برای ساعتها مرا از گفته هایش و از نگاه بهوش و خندانی برخوردار می کرد که نخستین بار در کومبره دیده بودم. در نهایت اندکی حسودی می کردم از اینکه اغلب در اتاقهای بزرگی ناپدید می شد که از راه پله اندرونی به آنها می رفتم. من ناگزیر از ماندن در مهمانخانه، چون عاشق هنرپیشه‌ای که تنها جایی در ردیف جلوی تالار دارد و نگران خیال می‌بافد که ببینی در پس پرده در اتاق بازیگران چه می‌گذرد، روزی درباره آن بخش دیگر خانه از سوان پرسش‌هایی کردم که ماهرانه در پرده بود، اما لحنی داشت که نتوانسته بودم نگرانیم را از آن بزدایم. گفت اتاقی که ژیلبرت به آن می‌رفت جامعه‌خانه بود. پیشنهاد کرد آن را نشانم بدهد و قول داد که هر بار که ژیلبرت آنجا رفت از او بخواهد که مرا هم ببرد. با این آخرین کلمه ها و با آرامشی که از آنها بر من چیره شد، سوان یک باره یکی از آن فاصله های دهشتناک درونی را که دلدار را بس دور می نمایانند از سر راه من برداشت. در آن لحظه محبتی به او حس کردم که در نظرم ژرف‌تر از مهری آمد که به ژیلبرت داشتم، زیرا او که آقای دخترش بود او را به من می داد. اما ژیلبرت خودش گاهی چموشی می کرد. همان سلطه ای را که نامستقیم از راه سوان برو داشتم، مستقیم بر خودش نداشتم. دیگر اینکه دلداده او بودم و از این رو نمی توانستم او را ببینم و دچار آن بیتابی، آن آرزوی چیزکی بیشتر نشوم
که وقتی در کنار دلداری احساس دوست داشتن را از تو می گیرد. اما بیشتر وقت تو در خانه نمی ماندیم. به گردش می رفتیم. گاهی خانم سوان پیش از آن که برود و لباس بپوشد دستی به پیانو می زد. دستان زیبایش از آستین های صورتی یا سفید یا اغلب به رنگ های بسیار تند خانه جامعه کرپ دوشینش بیرون می زد و انگشتانش را با همان اندوهی که در چشمانش بود و در دلش نه روی شستی ها می دوانی. در یکی از همین روزها آن بخش سونات ونتووی را برایم نواخت که جمله کوچکی که سوان بسیار دوست داشته بود در آن بود. اما اغلب هنگامی که موسیقی اندک بغرنجی را برای نخستین بار می شنویم چیزی در نمی یابیم. با این همه بعدها پس از آن که دو سه بار سونات را شنیدم به نظرم آمد که آن را کامل می شناسم. از این رو خطا نیست هنگامی که می گوییم برای اولین بار دریافتیم. اگر همان گونه که می پنداریم از نخستین شنوش هیچ چیز در نمی یافتیم دومین و سومین بار هم مانند بار اول می بود. و دلیلی نداشت که در بار دوم چیز بیشتری بفهمیم. احتمالاً آنچه در نخستین بار کم داشته ایم نه ادراک که حافظه بوده است. چرا که حافظه ما به نسبت انبوه پیچیده برداشت‌هایی که هنگام گوش دادن با آن روبرویم ناچیز است. به همان کوچکی که حافظه آدمی که در حال خفتن به هزار چیز می اندیشد و در جا فراموششان می کند. یا آدمی دستخوش حالت کودکی شده که نتواند آنچه را که به او گفته می شود یک دقیقه بعد به خاطر بیاورد. حافظه توانا ندارد که یاد این برداشت های چنگانه را بیدرنگ به ما ارائه کند. اما این یاد اندک اندک در آن شکل می گیرد و در برابر آثاری که دو یا سه بار شنیده ایم به شاگردی می مانیم که درسی را که می پنداشته نمی داند پیش از خوابیدن چند بار خوانده است و فردا می تواند آن را از بر باز گوید. اما من تا آن روز آن سونات را نشنیده بودم و جمله مشخصی که سوان و همسرش در جایی از آن می شنیدند از فهم من به همان گونه دور بود که نامی که می کوشیم به یاد بیاوریم و به جایش چیزی جز خلع نمی آبیم. خلعی که یک ساعت بعد بیان که فکر کنیم هجاهایی که پیشتر می جستیم و نمی یافتیم از آن خود به خود و با یک جهش بیرون می زند. و نه فقط نمی توانیم آثار براستی کمیاب را بیدرنگ به خاطر بسپاریم بلکه حتی از درون این گونه آثار آنگونه که برای من درباره سونات ونتووی پیش آمد بخش‌هایی را که ارزش کمتری دارند زودتر در می‌یابیم. به گونه ای که خطایم تنها در این نبود که می‌پنداشتم آن اثر دیگر چیزی برای من در خود نهفته ندارد. همچنان که زمان درازی در پی آن بر نیامدم که دوباره بشنومش. چرا که خانم سوان معروف‌ترین جمله‌اش را برایم نواخته بود. در این باره همان اندازه کوتاه فکر بودم که کسانی که دیگر هیچ انتظار احساس نامنتظری از دیدن کلیسای سن مارک ونیز ندارند چون شکل گنبدهای آن را در عکس دیدند. بلکه از این هم بدتر، حتی پس از آنی که سونات را از آغاز تا پایانش شنیدم برایم کم و بیش به همان گونه یک سر نادیده ماند که بنای تاریخی که دوری یا مه تنها اندکی از آن را بنمایاند. اندوهی که با شناخت چنین آثاری همراه است و نیز با شناخت همه آنچه در زمان ساخته می شود از همین است. هنگامی که آنچه در سونات ونتووی از همه نهانتر بود بر من آشکار می شد به همان زودی آنی که پیش از همه دریافته و گزیده بودم از دستم می رفت. می گریخت. چون عادت آن را از دسترس حساسیتم بیرون می کشید. چون تنها به تدریج توانسته بودم همه آنچه را که سونات به من می داد دوست بدارم هیچگاه همهش یک پارچه از آن من نشد. به زندگی میمانست، اما شاهکارهای بزرگ کمتر از زندگی دل سرد می کنند. چون آنچه را که در آنها از همه بهتر است اول نمی دهند. در سونات ونتووی زیبایی هایی که زودتر کشف می کنیم همانهایی هستند که زودتر از همه از آنها سیر می شویم. بدون شک به همین دلیل که کمتر از همه با آنچه پیشتر می شناختیم تفاوت دارند. اما پس از آنکه اینها رفتند آنچه به جا می ماند تا دوستش بداریم جمله است که نظمش چنان تازه که جز آشوب چیزی به ذهن ما نمی آورد. آن را برای من دست نیافتنی کرد و دست ناخورده نگه داشته است. پس همانی که هر روز ندانسته از برابرش می گذریم و برای ما در پرده بود و به نیروی تنها زیباییش نادیدنی شده و ناشناس مانده بود پس از همه به سوی ما می آید. اما ما نیز او را آخر از همه ترک می کنیم و او را زمانی درازتر از همه دوست خواهیم داشت. چون درازتر زمانی را به دوست داشتنش گماشته ایم.
وانگهی این زمانی که یک فرد برای راه یافتن به اثری اندک ژرف به آن نیاز دارد، آنگونه که من برای آن سنت داشتم، چیزی جز راه میانبر یا نماد سالها و قرنهایی نیست که باید بگذرد تا مردم یک شاهکار براستی تازه را دوست بدارند. نابغه به جبران بیمهری مردم شاید با خود بگوید که چون هم عصران از فاصله بسنده برخوردار نیستند، آثاری را که برای آیندگان نوشته شده است تنها خود اینان باید بخوانند. همان گونه که برخی نقاشی ها از نزدیک خوب دیده نمی شوند. اما در واقع هر گونه احتیاط ترسووار برای پرهیز از داوری های نابجا بیهوده است، چون از آنها گریزی نیست. دشوار است که اثر نابغه‌ای بیدرنگ اقبال بیابد و دلیل آن این که نویسندهش خارق العاده است و کمتر کسی به او میماند و همین اثر اوست که با بارآور کردن نادر هوشمندانی که به درک آن توانایند بر توان و شمار آنان میافزاید. این کوارتت های بتهوون کوارتت های 12، 13، 14 و 15 بود که در طول 50 سال گروه دوستداران کوارتت های بتهوون را پدید آورد و گسترش داد و بدین گونه مانند همه شاهکارها پیشرفتی را اگر نه در ارزش هنرمندان که دست کم در جامعه اندیشمندان در پی آورد که امروز بخش عمده آن را کسانی می سازند که در زمان پیدایش آن شاهکارها نایاب بودند، یعنی کسانی که توانایی دوست داشتنشان را دارند. آنچه آینده می نامیم آینده اثر هنری است. باید که خود اثر آیندگانش را پدید آورد، بیان که برای ساده کردن کار نوابغی را به حساب آورد که می توانند در همان عصر همگام با او هنر دوستان بهتری را برای آینده آماده کنند که نوابغ دیگری نیز از آنان بهره مند خواهند شد. بنابراین اگر اثر در پرده بماند و تنها آیندگان آن را بشناسند، اینان برای آن اثر آیندگان نیستند، بلکه جرگه ای از هم عصرانی هستند که فقط 50 سال دیرتر زندگی می کنند. از این رو هنرمندی که بخواهد اثرش پایدار بماند، باید آن را به سوی هرچه ژرف‌تر جایی به قلب آینده دوردست پرواز دهد و این همانی است که ونتووی کرده بود. با این همه هرچند به حساب نیاوردن این زمان آینده، این چشم‌انداز راستین اثر هنری خطای ناشی از بدداوری است، به حساب آوردنش هم گاهی ملاحظه خطرناکی است که از داوران خوب سر می‌زند. بیگمان در توهمی شبیه آنی که همه چیزها را در افق یک شکل می نمایاند، می توان به آسانی مجسم کرد که همه انقلاب هایی که تا کنون در نقاشی و در موسیقی رخ دادند به هر حال به برخی قاعده ها پایبند بودند. ولی آنچه ما اکنون پیش رو داریم، یعنی امپرسیونیسم، جستجوی ناهماهنگی در موسیقی، کاربرد انحصاری گامچینی، کوبیسم و فوتوریسم به گونه زننده‌ای با آنچه پیش از آنها بود تفاوت دارد. این از آنجا می آید که درباره آنچه گذشته است، دوره درازی را به حساب نمی آوریم که آن همه را جا انداخته و برای ما به شکل ماده ای البته گوناگون اما در نهایت همگون در آورده است که در آن هوگو و مولیر کنار همند. مجسم کنید که به چه اختلافهای تکان دهنده‌ای برخواهیم خورد اگر بی توجه به زمان آینده و دگرگونی هایی که با خود خواهند آورد، زایچه ای از دوره پابسن گذاشته امان را هنگام نوجوانی بررسی کنیم. اما زایچه ها همه راست نمی گویند و اجبار اثر هنری در این که عامل زمان را هم در کل زیبایی خود بگنجاند، داوری ما را با چیزی همان گونه اتفاقی و در نتیجه عاری از اهمیت واقعی همراه می کند که هر گونه پیشگویی که تحقق نیافتنش به هیچ رو بیانگر کوته فکری پیشگو نخواهد بود، زیرا آنچه شدنی ها را به عالم وجود می آورد یا از آن تردشان می کند الزاماً در صلاحیت نابغه نیست. می شود کسی نبوغ داشته اما آینده راه آهن یا هواپیما را باور نداشته بوده باشد، یا کسی هرچند هم که روانشناس بزرگی به نابکاری معشوقه یا دوستی پی نبرد، در حالی که آدم‌های معمولی‌تر خیانت‌های او را پیش‌بینی کرده باشند.